بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه، برنامه امروز رو که توسط کانون آوا به شما تقدیم می شود آغاز می کنیم. من سوربی هستم از تلویزیون مردم و اینجا فقط یک مجری هستم. شما هم میتونید در برنامه های کانون آوا شرکت کنید و میتونید ویدیوهای گذشته این دوستان رو در بایگانی بسیار مرتب کانون آوا، چه از طریق وبسایتشون و چه از طریق یوتیوب کانالشون دنبال کنید، ببینید در اوقات فراغت. و اینها هیچ چیزی از شما نمیخوان، فقط میخوان که قصه زندگی خودشون که حقیقتا قصه دلشون هست رو بشنوید و تحقیق کنید و قضاوت کنید. کانون آوا تقدیم میکند، خیلی خوش آمدید، با آقای ابراهیم مرادی از آلبانی خواهیم بود که ایشون در سازمان مجاهدین بودن، بعد طبق معمول وقتی جدا میشن، خب سازمان مجاهدین هم یه روش غلطی رو در پیش گرفته، هر کسی تا روز قبل که با اونهاست گوهران بی بدیل هست، همچنین که جدا میشن میشن مزدوران بی دلیل. و ما بهشون خوش آمد میگیم، سلام میکنیم. و آقای مرادی، زندگی جدیدتون، زندگی آزادتون رو تبریک میگم. اگه لطف کنید خودتون رو چند دقیقه برای دوستان به اصطلاح توضیح بدید، بگید که آقای ابراهیم مرادی که کرد هستن، هموطن دلیر و غیور ما از خطه کردستان، زندگیشون چگونه بوده تا بعد برسیم به این که چگونه شما به سازمان مجاهدین پیوستید. بفرمایید آقای مرادی، بازم بهتون تبریک میگم، بازم بهتون خوش آمد میگم، و این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم. با سلام خدمت شما آقای سوربی عزیز و همچنین به ملت ایران، چه در خارج هستم و چه در ایران، و همچنین با تشکر و سپاس از دوستان عزیزم در انجمن آسیلا که این ظرف و فرصت برای من فراهم کردید تا اندکی از گذشته های تاریکم و گاهی از کوهی از نگفته ها که سالیان توی دلم مونده بتونم در این چند فرصت، چند لحظه فرصت یا چند دقیقه حضورتون عرض کنم. بنده ابراهیم مرادی خرد هستم، اهل روانسر، شهرستان کرمانشاه، تابع کرمانشاه. بله بله. آقای مرادی، شما قبل از پیوستن به مجاهدین کجا بودید؟ چه کار میکردید؟ خب میدونیم همه جوون و زندگی های ساده، یه مقداری از اون لطف کنید، از اون زمان برای ما دوستان و دوستان صحبت کنید. بفرمایید. من بنده شغلم کارگری بود، یعنی بنا بودم، از این شهرستان به اون شهرستان یا از این بوستان به اون بوستان، هر جایی تصمیم دادم کار بهتری هست دوباره میفتم. توی رفت آمده گذارم افتاد به ایران شهر. توی ایران شهر مشغول کار بنایی بودم، مثل هر شهروند ایرانی دیگه تلاش میکردم یه لغمانان حلالی برای خانوادم در بیارم. بله، تا اینجا من کارم کارگری بود، وابسته به هیچ جای دیگه نبودم، با دستان خودم، با زبان خودم کار میکردم. دنبال کار بودم که گذارم افتاد به ایران شهر، توی ایران شهر کار میکردم. بله، بسیار ممنونم از شما. خب بگید که چگونه با این سازمان آشنا شدید و چه زمانی، چطور به سازمان پیوستید؟ حضور آقای سوربی عزیزم هر شود، من توی ایران شهر کار میکردم، یه فلکه بود، بهش میگنم فلکه ایران پیما، پاتوق کارگرا و بناها و چه بومی چه غیر بومی بود. توی قهوه خونه زمزمه میبینم، شنیده بودم که یه عده هست میبرن خارج، ولی من بیخیال شده بودم، چون چند بار شکست خورده بودم، اقدام کرده بودم ولی شکست خورده بودم، برای کشورهای عربی میخواستم برم نتونستم. تا اینکه یه روز توی همون قهوه خونه با شخصی به اسم آقای فرید که خودش بلوچ و پشه بلوچستان خودش مرده بگن آشنا شدم. بعد از صحبتهای زیادی گفتش خب شهرمی خارج، گفتم والا اقدام کردم اما موفق نشدم. خودش میخوای بری اروپا؟ من اول حقیقا جدی نگرفتم، ولی دیدم نه خیلی جدی داره با هم صحبت میکنه.
یعنی معلومه آدم مشخصه بعد از 10 دقیقه 20 دقیقه باید که صحبت کنه مشخصه که هر طرف جدیه. به قول من میگم خود از خدا چه میخواد چش بینا. خب اروپا رفتم کجا و من کجا که توی ایران شهر بودم. خب چون والله من از خدامه. بعد از صحبت‌ها و قرارنامه‌مون قرار شد که فرداش سر همون فلکه توی یه خیابانی قرار گذاشتیم که من اونجا همدیگر رو ملاقات کنم. بعد از صبحش من اومدم دیدم بله واقعا اومده برم جدی شد. سوار ماشین شدیم راه افتادیم رفتیم یه شهرستانی به اسم چکیگور بین ایرانشهر و چابهاره. شب اونجا سر کردیم یه شامی خوردیم. نصفه های شب بود که سوار ماشین بیدار ممکن از خواب سوار ماشین شدیم. تو تاریکی شب رسیدیم به یه شهرستانی یعنی دمدمای صبح رسیدیم به یه شهرستانی توی پاکستان که اسمش مندبلوک همچه چیزی زیاد حضور زیاد ندارم ولی مندبلوکش یادمه. رفتیم اونجا پیاده شدیم. بعد از یه ساعتی که توی مندبلوک بودیم یک نفر دیگه اومد من تحویل گرفت. یعنی نفری که من از ایران برده بود فرید من تحویل یک قاچاقبر دیگه داد. یه ساعتی اونجا بودیم من ماشین اتوبوسی اومد مردم بومی اونجا بودن نفرهای دیگه هم بودن سوار اتوبوس شدیم رفتیم به سمت کراچی. حضور عزیز خودم از شود دمدمه غروب بود رسیدیم کراچی. بعد اینکه از پیاده شدیم چند تا محله و کوچه و اینور برگشتیم تا من رو بردن توی مسافرخانه حدودن بگیم درجه دو. یه ساعتی اونجا بودیم نفهمیدم چه کاری دارم میکنم. اما بعد سوار یه ماشین شخصی شدیم. حضور شما اصلا من رو بردن توی یه هتل ترتمیزی بود که بعدا فهمیدم بهش میگفتم پایگاه موشکی. بعدها البته بعد از سالی هم فهمیدم. بردن توی یه هتلی حضور شما از شبت بعد از صحبتهای زیاد من یه روزی اونجا بودم روز دوم روز سومش بهش گفتم به اون آقایی که اونجا بود اسمش فراموش کردم من محسن بهش میگفتن چی بهش میگفتن. حضور شما از صحبت گفتم چی شدی رفتن ما؟ گفتش فرانی اینطور که من تماس گرفتم از اینجا رفتن به کشور اروپایی مشکل از پاکستان یعنی از کراچی. حضور شما از صحبت چیکار کنیم؟ گفتش شما میبین بغداد هیچ نگران نباشید اونجا دوستان دیگه هست کسان دیگه هستن میره بغداد از بغداد برای ما آسان‌تره برای شما هم چی امنیتش بیشتره بهتره. یعنی اینجا اگه 50-50 است ولی در بغداد 100%. منم خب برام فرق نمیکنه حالا یه روز عقب افتاد دو روز عقب افتاد خودم مشکلی نیست. تا زمینه اعزام یعنی رفتن ما از کراچی به بغداد با یه پاسپورت جعلی که بهش میگفتن لسه پاسه فراهم شد از بغداد به اینو نگفته نماند. من با یه خانمی صحبت کردم خودش فرشته معرفی که گفت من تو سوئدم. بعد از صحبت های زیادی گفت هیچ نگران نباشی ما اینجا همه کارات انجام میدیم همشهری های شما دوستان ایرانی دیگه اینجا اومدن برخوردشون چنان آدم تحت تاثیر قرار میداد در وهله اول اعتماد آدم جلب میکرد واقعا آدم یعنی یک سویه دوست داشت بشنوه ازشون چون هم از رفتارشون از پذیراییشون از گفتارشون از وعدهایی که با طمأنینه خاطر و با استحکام تمام و جدیت تمام آدم ازشون میشنید شکی برای آدم باقی نموند که این میخواد کار خیلی براد انجام ده میخواد کمکت کنه. منم که نیازمند بودم یه آدمی بودم برفض توی ایران بنایی میکردم حالا با هزینه خود اون طرفی که باش هستی خرجت مخارجت پول هواپیمات تمام عیاز حالت حتی پوش گفت هر لباسی دوست داری من برات بخرم. یعنی طوری رفتار کردم واقعا من دیگه شکی تو ذهنم باقی نمان که حتی میخواب کمکم کنم چه میدونستم. تا اینکه رسیدیم از اردن و بعد مسقط بعدش بغداد پیاده شد. بغداد که پیاده شدیم با آدرس نشانه‌ای که به من داده بودن که وقتی از فرودگاه از هواپیما پیاده شدی به فلان قسمت میری کسی کاری بهت نداره. این نفر و این نفر با این نشانه میان
شما هم این نشانیت این کلاه بذار این پیانه بپوش که هم برای هم دیگه معرف هم دیگه باشه. من نشانیه شما را دادیم، عکس شما را دادیم، بیدرسه میتونین خودتون رو بهشون معرفی کنید. حضور عزیز خودم عرض شود، ما از فرودگاه پیاده شدیم اومدیم توی سالن، حالا همه افراد از این در دیگه خارج میشن، اما من از این در دیگه بردن، گویا خیلی از قبل آماده شده بود، انگار هماهنگ شده بود. رفتم با یه دو نفر آدم بودن، همقدر خودم بودن، همسن سال خودم بودن، با لباس شخصی سلام و احوالی فارسن ایرانی هم خیلی خوشحال شدم. حقیقتش دو تا برادر دون تا آقا بودن. بعد اینگه روبوسی کردیم، حالا اول گرمی کردیم، من گفتم فرمایید، سوار یه ماشین ونی شدیم، حالا ونه دیگه دقیقا یه رنگش یادم نیست ولی دوربر امو آبی رنگ بود. سوار ماشین شدیم، ما را بردن یه هتلی که بعدا فهمیدم این هتل هم مقر مجاهدین بود، اونجا هتل سه طبقه بود. ولی ما به این شکل تا اونجا با اینا آشنا شدیم و به این قرار باشون رفتیم بغداد که توی بغداد سفر من به اروپا سهلتره، آسانتره، بیدرسرتره. ما هم قبول کردیم تو عالم صداقت خودمون. واقعا چیزی تو ذهنم نبود، من بجز این که اینا دارن کار خیر انجام میدن و کمک من میکنن. وقتی هم رسیدیم توی هتل یا همون مقر میگیم، خب این چندین نفر دیگه اونجا هستن، ایرانی هن. حتی یکشون کرد بود به اسم آقای نوزاد که بچه سقز بود، خیلی خیلی واقعا صمیمانه، دوستانه، هم استقبال گرم، هم پذیرایی خوب، هم احترام خوب. این شامی آوردیم، هرچه دیر وقتم بود، من شام تو هواپیما خورده بودم، ولی یه شامی آوردم برامون، میوه شیرینی، بزنی، بکوبی، آهنگی. من پیش خودم واقعا انگار تو دنیای دیگه افتاده بودم، واقعا تو اون لحظه تو پوست خودم نمی گنجیدم. از این همه محبت، از این همه لطف، از این همه تواضع از اونا، من انگار تو خانواده خودم هستم. تو اون لحظات من راست بهت بگم، خب شب من بردن طبقه دوم، فردا صبحش بیدار شدیم دیدیم اون نفرات نیستن، یه عده دیگه هستن. بعد سراغ مسئول اونجا را گرفتم، گفتن رفته یه جایی برمیگرده، برمیگرده. اون شب گذشت، فردا شبش من نشسته بودیم داشتیم شام میخوردیم، دیدیم تلویزیون روشن کرد رژه ارتش آزادی بخش گذشت. تا اون لحظه من واقعا گفتش مجاهدین هستیم، ولی نگفت که ما مستقیما دخلی داریم توی مجاهدین، یعنی فرض ما بینابین مثل یک هوادار دور، یه رشته نازکی. اما وقتی فیلم گذاشت، ما داشتیم با یکی دوی دیگه صحبت میکردیم، ای من گفتن های مرادی لطف کنید فیلم نگاه کنید، من فکر کردم فیلم سینماییه. بعد یه خود نگاه کردم، حرکاتاشون، فرمانشون ایرانی. گفتم خب ایرانی هستی که مال ایران نیست. گفت نه، سازمان مجاهدین هست. آقای فرمان تو لحظه، اون لحظه ای که از ذهنم گذشت، یادم گفتم آقا سازمان مجاهدین من چی کار دارم. آقای مرادی این چند سال پیش بود؟ چند سالتون بود اون موقع؟ حضور شما شود اواخر سال 1380 هجری شمسی خودمون بود. بله بله 1380 تقریبا 20 سال قبل. دقیقاً 20 سال قبل. بله. و جالبه که شما اصلا هیچ چیزی راجع به مجاهدین و اینا نداشتین، یا علاقه یا سمپاتی یا هوادار اینا نبودید. و دوستان دقت کنید، اونایی که ایراد میگیرید از ما که چرا مصاحبه میکنیم با این دوستان، ببینید یه نفر کارگر زحمتکش سازنده رو اینها به دروغ، به ریا میگن میخوایم ببریمتون اروپا. خب ایشون رو در بدر کشورهای خارج کردن و هم من هم شما میدونیم بالاخره آدم پولم داشته باشه یه هفته ای پولش تموم میشه، محتاج این و اون میشه. بعد ایشون رو با اون همه باز دروغ، با اون پذیرایی خوب، احتمالا اون خانمی هم که با شما صحبت کرده گفته من یک کشور سوئد و اینا هستم، اونم تو عراق بوده نه با شما صحبت کرده تلفنی یا؟ والا راست بخوای چون من نمیتونم چیزی
قبول کنم بگم تو سوئد بود یا تو عراق، ولی دقیقا توی عراق بود، چون همون خانم فرشته را بعدها فهمیدم، بچه ها نمیگفتن این توی خود همین بغداد بوده، همینجا بوده با شما تماس میگرفته. این یک شگردیه که آره ما افرادمون تو سوئد و سوئیس و انگلستان و آمریکا و اروپا پراکندن، یعنی این کمپانی که شما میخواییم برین کار کنید همچه اعتباری داره، تو ذهن نفر تو لحظه اول جا بندازن. آره تماس ما توی عراق نیست، ما عراق رو فقط بخاطر شما اعزام میکنیم که سکویی برای جا به جایی یا اعزام شما به کشور اروپایی راحت تر باشه. والا همون تو عراق بود، اسم همون خانم فرشته بود، دقیقا شدش یادم نیست. کسای دیگه عین من که بعدا وقتی میشستیم شما صحبت میکردیم خیلیشون مشابه من بود، البته خب فرق میکرد، هر یکی به یک کشور میخواست بره، هر یکی به یک شکلی کشانده بودن، هر یکی به یک تروندی کشانده بودن، دقیقا همون بغداد. ولی این یه سناریویی بود بخاطر اینکه ذهن من اصلا توی عراق نره که توی عراق کسی اصلا باش تماس میگیره. بله اینجوری به شما به اصطلاح یک اطمینانی داده که بله شما راهی کشورهای اروپایی هستی. ممنونم دوستان، حتی آقای زمانیان از ایران دارن برنامه رو میبینن و میگن که آقای مرادی چقدر قشنگ توضیح میده. من هم به نوبه خودم از شما ممنونم. البته دوستمون آقای کاووسی میپرسن که مجاهدین که موضوع اصلی برنامه شما هستن چه هدفی و چه طبقه از ملت مخرب ما را هدف دارد. اصلا من این جمله رو نمیفهمم، باید آقای کاووسی به انگلیسی بنویسی شاید بفهمم. اولا مجاهدین هدف برنامه ما نیستن، هدف برنامه ما دوستانی هستن که با خلوص و با صادقانه و با نیت خوب رفتن و کلاه سر اینها گذاشتن. توی آمریکا به این میگن میسلیدینگ. اگه من بیام به شما بگم که یه خونه‌ای میخوام به شما بفروشم 3 طبقه، از شما پول بگیرم، امضا بگیرم، سفته بگیرم، بعد ببرم به شما یه زمین رو بر بیابون نشون بدم بگم اینه، بعد شما بگی خونه چی شد، بگم خب حالا برو بساز دیگه. تازه اینا از اونم بدتر کردن، اینا با زندگی این دوستان بازی کردن. من ممنونم که افرادی مثل آقای مرادی شجاعانه میان پس از جدا شدن توضیح میدن تا صفحات تاریخ این سازمان رو برای من و شما روشن کنه. خیلی ممنون آقای مرادی. بعد از رفتن به عراق به شما چی میگفتن و بر سر شما چه گذشت؟ چون من حدود 10 تا سوال اینجا دوستان فرستادن و خودمون نوشتیم که از شما بپرسیم، گاهی وقتا اگر تکرار میشه هیچ اشکالی نداره. لطف کنید که گفتید که اول گفتن که پاکستان و اینها، بعد گفتن از پاکستان مشکل برید اروپا، بیاییم بریم عراق، از عراق ببریم. حالا توی عراق به شما چی میگفتن و اونجا به شما چی گذشت؟ شما گفتید یه جایی بودید توی هتلی که حقیقتا بهش بگید قرارگاه بهتر از اینه که بگیم هتل. بله بله بهش میگفتن مقر. مقر خب مقر. بله بله مقرای خیلی برداز ایشلدار به قول معروف الان و جای ترتمیزی بود. بله, بله. حضور شما از اینم نگفته نمارد، من این نقطه حضورتون عرض کنم، من دارم در هزار میپرم از روی این چی که گذشت بر من، چون به اندازه الان من 20 ساله از عمرم تا دوم فوریه سال 2022 میلادی که امروز است، من میتونم به اندازه درازای این سال برای شما توضیح بدم واقعا چقدر بر من سخت گذشت و چقدر بر ماها سخت گذشت. من نمیتونم همه را به طور حداقل کلیشه‌ای هم بگم، حداقلش یه نکته در هزارش من برای شما میگم، کاهی از کوهی برای شما دارن توضیح میدم چون فرصت برنامه کمه. من نمیدونم چقدر فرصت دارم و چه سوالایی در پیش رو دارم، اما شما از هر زمینه بخوای سوال کنید نیازی هم نیست که من بخوام بر دنبالش بگردم، چون توش بودم، انبوهی از این سوالات توی ذهن من مونده، بی پاسخ مونده. من حالا اندکی از این بار درد و رنجی که سالیان من کشیدم میخوام واقعا بگم، یکم بار یاد بارم تو سبه اوشته، یکم از روزی که هم یه نمتی به روزی هم که
الان به طور کامل از سازمان جدا شدم، اعلام جدایی میکردم که خیلی وقت هم مارک مزدوری و خائنی هم خوردم. هزار بار به من گفتن خائن که یکیشه، هیچ جای نگرانی نیست، نه برای قوم و کسانم، نه برای عزیزان ایرانیم که میشنون و میبینن. واقعا من از روزی که رفتم توی سازمان تا روزی که اومدم بیرون، مارک خائنی بر پیشانی من بود. حالا من فاکتای زیادی هست که برای شما توضیح بدم، نیازیم به حاشیه رفتن نداره، نیازیم به اینه که من دنبال چیزی خودم به سلمه بگردم. آنچه که بر من گذشت عرض کردم زودتان، از صدبرگ یه خطشه برای شما میگم. بله ما رسیدیم بغداد، خب اونطوری که شایسته بایسته خیلی آدم های برفض چی بگن سنتی خودم باشه، خیلی احترام آمیز باشه، با پذیرایی گرم، با برخورد خوش. حضور شما از شما یکی دو روز سه روز گذاشت، گفتیم بالاخره جریان ما چی شد، اروپای ما چی شد؟ ای گفتش مسئول اینجا رفته بیرون، شما عجله نکنید، شما کردید، یه خورده همچه تمنیه داشته باشید، یه خورده ظرفیت داشته باشید، یه خورده طاقت داشته باشید. حتی یه روزم من با ستا خانم نگفتم، بعد از چند روزی گفتن با یه ستا خانم میخواییم مصاحبه کنید. حضور شما از شما من گفتم خانم برای چیه دیگه، مصاحبه برای چیه؟ گفتش یه ضرورت کار من، زیاد چیز نگران نباش، فقط فرم اداریه، همچی چیزی من گفتم. فرم اداری گفتم خب هست و میخوان دیگه، ما سو سابقه داشته باشیم نداشته باشیم. نه والا ما یه کارگری بودیم ایران، کارگری ما نمیگرد، خانواده کارگر و کارگرزاده هستیم. واقعا گوی از این که بعدا افتادم توش چاله، اصلا هفت پشت من به خواب نمیدید هیچی، خودم توی هزاران سال دیگه عمر کنم به خوابم نمیاد. هنوز هنوز گیج اینم که چوری افتادم توی چاله که تا نجات پیدا کردم، 20 سال از عمرم تبه کردم هیچی. حالا شما مارک خائن و مزدور بیم خود اشکال نداره، هیچ مسئله نیست. اگه من 20 سال مزدور خیانت کردم، الان خیانت کردم، 20 سال تمام من مزدور خیانت کردم به تمام مردم ایران، چون زیر چتر رجوی بودم. این کلمه مزدور و خائن نه چیزیه که اصلا عادتشونه، خودتون اشاره کردین. تا روز امروز توی سازمان بودی به اندازه یه برگ پیاز، به اندازه یه ورق کاغذ، همین که فاصله میگیری مارک خائن خوردی، مارک مزدور خوردی، خیلی چیزای دیگه. حالا من از مرحله پرد نکنم شما رو، یعنی به سوال شما پاسخ داده باشم. رفتیم حضور ستا خانم، گفتم مصاحبه داریم، رفتیم سلام علیکم، علیکم ستا خانم با روسری و اینا، خواهر ما هستن. خب باشه خواهر ما باشن، بفرمایید. ای کرد غیور، ای کرد شرافتمند، واقعا بچه کجایی فلان جا؟ اونجا باور فرما، این واقعیت برات میگم. ببین انسان دنیای روشن همینطور نمیمونه، فردا داره میگن قام قیامتی هست، یه داره مکافاتی هست، یه سوال جوابی از مسلمانیم. انسان نیازی نیست برفز بر آنچه که خودش دیده افزوده بگه، طبقه چیزی بچسبونه، مارکی به سازمان بزن، نه. حضور شما از شود خب بچه فلانجایی اونجا انشالله فردا بعد از آزادی اون منطقه که توجهی که ما سراغ داریم شما اولین نفر است. واقعا من خودم فکر کنم اولین نفر بودم، چون تو منطقه روانسر کسی نی بودم بگم مجاهد یا از مجاهدینه، ولی از ما شاید گرایشات به سیاست دیگه داشته باشن، ولی اصلا به مجاهدی اصلا ما نمیشناختیم. و این پرانتز بگم، حتی روزیم که من 4 سال پیش اومدم بیرون، اولین تماسم با خانواده گرفتم، برادرم، خواهرم یا کسان دیگه قومهای دور و نزدیک از من سوال میکرد تو مجاهدین چیکار میکردی؟ این یه واقعیتیه. حضور شما سوال، ما با خانم صحبت کردیم، گفتم خانم چه مصاحبه ای خوب باشه، من کردم، آخر روانسر کجا، من کجا، اینجا کجا، من خواهرم برای اروپا هست، شما قول اروپا من دادید، حالا اردا نمیدانم تو مخوای پیروز بشی، نمیدانم یکی مخوای پیروز بشی، چه ربطی من دارم، من دنبال کار، من دنبال کار اومدم. ای برادر عزیز، خیلی کسایی مثل تو بودن، تو الان دیگه سنی از گذشته، تو الان واقعا یه فرد جا افتاده ای هستی، تو امید و ایران هستی. خلاصه تا دلت بخواد که نمیخواه از این حرفای سیمنی خاص به خورد آدم میدادن، تا جایی که آدم دیگه روش نمیشد باش حرف بزنه، یعنی انقدر با آدم میگفتن آدم خسته میشد. گفتیم باشه خانم، حالا ببین چیکار کنیم؟ خب صبر داشته باشید. حالا باور فهمه، حدود 25 روز توی مقر طباطبایی بهش میگن، نمیدونم چی بهش میگفتن، بغداد
دو روز سه روز یه بار ما با اینا کلنجار میافیم، آقا تو را به خدا چی شد؟ اعزام ما به اروپا چی شد؟ که انشالله اقدام میکنید، صبر کن صبر کن، تا جایی دیگه من واقعا کشید به نزاع، یعنی لفظی من باید چی کار کنم اینجا؟ من نیامده تو هتل بخوابم، بابا من گرفتارم، من به این امید آوردی. آخر الان من یه آب پاک رو دستم دیختم، گفتم نه آقای عزیز، گفتم اصلا برگردونید، گفتم دپورت، گفتم برم گردونید. کجا برگردید؟ اولا ما که نمیتونیم برگردیم، یک دوما خود میخوای بری از همین در پا بذاری بیرون، چون راست میگه اون پایین نگاه میکرده یه پلیس همیشه با سلاح 24 ساعته که بود هیچی، خودشونم شیفتی توی همون هتل یا تو همون مقر 24 ساعته مانیتور میکردن. براتم بگم توی این آپارتمان طبقه اتاقش تک بود، حتی دو نفر نبود، با اینکه من تازه واردی اونجا بودم هر رز برد نمیکردم که چی بچیه کی بچیه کی میای کی میره، همش دنبال فکر خودم بودم که چی به سر میارم. حضور شما شود راهی نبود آدم به یکی بگه آقا من کجا هستم، میگو ای در پا بذاری بیرون استخبارات بگیره به جرم جاسوسی، همینطور رو پوسکنده، یعنی دیگه اصرار من دیدن رو پوسکنده بگو استخبارات میگیره دست به جرم جاسوسی، اصلا سربنیست میکنه، آب از آب تکون نمیخوره، یعنی وحشت از این نقطه تو دل من کاشت. گفتم خب به ایران بخوایم بریم چی؟ خب ایران بریم، خب اونا به جرم جاسوسی میگیرن، آخه تو از کجا پریدی توی رفتی تو بغداد؟ چی تو را بردش؟ توی تو را رفتی اونجا؟ نمیخوان مسئولین ایران ازت، نمیخوان مرزبان چی کاره تو مرز رسه؟ شهر بیدار و پیکره تو همجور رفتی و برگشتی، کجا بودی؟ خب چند روزه؟ یه روزه، دو روزه، در روزه، رفتی زیاده کربلا وقت شهران؟ آخه تو سنی مذهبی رفتی اونجا چی کار کنی؟ همچی چیزایی جلو من گذاشتم، من دیگه واقعا دیدم چیزی بجز اینکه من بشیم این مقدار هر گوش کنم. چرا؟ چون هم میگو آقا عزیز خود سب کن، خود تحمل داشته باش. تا کار رسید به جایی گفتم آقا عزیز شما بفرمایید برید ارتش، اونجا تعیین تکلیف میشید. خب من اینکه میخوام برم ارتش یه خورده همچه احساس راحت تر کردم که از توی ساختمان نجات پیدا کنم برم پیدا. چند سالتون بود آقای مرادی شما اون موقع؟ الان چند سالتون؟ الان من دقیقا باور فرما تاریخ تولد خودم رو گم کردم، ولی تا اونجایی که بدونم تولد سال 1337 هم، بعضا هم 36 هم گفتم، نمیدونم تو این دو سال، حالا یه سال بالا پایین زیاد کیفی نیست. شما فرمایید 20 سال پیش میشه چند سال؟ میشه سال 1344. نه مراج اگه معذرت میخوام 1300 و اگه 1337 دنیا آمدید الان 63 سالتونه. 63 سال، 20 سال 60 کنی، یعنی 43 سالتون. بله دوستان نگاه کنید که سازمان مجاهدین از یه طرف افراد خودش رو به اصطلاح یا سازمان خودش رو قتل النسل میکنه، از طرفی میره برای یک سازمانی که اسمش ارتش آزادی بخش، به جایی که نیروهای جوان رو بیاره، حتی از افرادی مثل آقای مرادی که 43 سالش بوده اون موقع نمیگذره. اول با تشویق و ترغیب و دروغ، بعدن با تهدید و به اصطلاح دیگه چی بگه آدم، اگر بخوای این کارو بکنی ایران میگیرت تو، اینا رو نگه میدارن. خب شما از یک همچین نیروی چه انتظاری داری؟ سازمانایی که با امید از روز اول میدونن میرن نتیجهش چی میشه، حالا بیان شما این سازمان رو عوض کنید با افراد که الان توی قسمت کامنت ها بخونین، یکی یکی دوستان میگن که حرفای ایشون کاملا درسته، حتی میگن شرایط خود اونها هم مثل شرایط ایشون بوده. خب یکی دوتا آقای فیلابی، آقای پرهام، آقای حسین، آقای پناه، خانم شیرین، 10 تا 20 تا، شما 1000 نفر افراد اینجوری رو بیارید که دلشون نیست به این کار و از ترس فقط اونجا وایستادن، این ارتش آزادی بخش که به درد ببخشید عمای من میخوره، در هر صورت عمای منم فوت کرده. آقای مرادی در تشکیلات مجاهدین با شما چگونه رفتار میکردن؟ چه فشارهایی متوجه شما بود؟ ما شنیدیم اونایی که اسیر عراقی بودن بعد از اینکه می اومدن با
باز هم با اونها یه جور دیگه رفتار میکردن. حالا شما توی صحبتاتون گفتید که به شما همیشه جاسوس و به اصطلاح مزدور و اینها گفته میشده، یعنی بهتون توهین هم میکردن توی سازمان؟ حضور شما عرض شود، من این نکته را جا ندارم. وقتی من بردن توی ارتش، یه جایی بود به اسم ورودی که چندین ساختمان بود مجزا مستقل از هم. من بردن اونجا، یه چند روزی که اونجا بودم حضور شما عرض شود، اونجا دیگه من به طور کامل تو روشون وایستادم و اونا هم به طور قاطع واقعا جلو من ایستادن که یکی ترس از برگشت، یکی منی که از این بر تشویق کردن به پوشیدن لباس. حضور شما عرض شود، بحث سر لباس شد وقتی من رفتم توی ورودی اشرف، قادگان اشرف یا خودشون میگونن قرارگاه اشرف. یه چند روزی گذشت، یه آقای به اسم آیدین، یکی دیگه بود به اسم علی ابریشم، بله تا جایی که یادمه، این دو نفر مسئول اون قسمت بودن. من یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز این آقای آیدین صدا زدم، گفتم ترکم بود، زورشون گفتم من چی شد؟ من از بغداد، از کراچی که هیچی، بردیم بغداد که هیچی، حالا بردیم اینجا چی میشه؟ گفتش آقا عزیز بیا این لباس بپوش. سر پوشیدن لباس بود. این لباس چی؟ همین لباس ارتشه. چون آخه من نظامی زم. بس شما سوال کردی سن سال، بله سن سال من بالا بود، هزارم بهش گفتم سن سال من بالاست، نمیتونم. آخه من چه رزمنده ای، چه انقلابی، من نمیتونم، من اصلا در توانم نیست، آخه من 43 سالمه. حضور شما شد از ما انکار، از اونا اصرار. حداقل حداقلش یه سال اینه بپوش. یعنی من مختصر و مفید براتون بگم، چکیده و کوتاه براتون بگم، هرچی ما جنگ کردیم موفق نشدیم، نه من تنها بلکه خیلی کسای دیگه اونجا بودن تو همون ورودی که هیچ کدوم واقعا حتی یه روز انقدر درگیری شد، شیشه و میشه و در و همه چیز به هم ریخت. یه چند تا از بچه های بلوچستان بوده، یه دو سه تا بچه های ترک بودن، تبریزی، اینا ریختن به هم دیگه اونجا، اما بازم نتیجه نداد. یعنی اونا موفق شدن با ترسی که جلو آدم ها میذاشتن، حالا رفتاراشون. حالا من بخوام چکیده برات بگم، اگه بخوای از نظر اهانت آمیز، از سر تا پا اهانت بود. چون من چیزی که قبول ندارم، چیزی که دوست ندارم، چیزی که تو میخوای زورگی من بپوشونی، اولین چیزی که آدم اصلا هیچه، بوچه. یعنی من هیچ چیزی از خودم نداشتم، هیچ واکنشم نمیتونستم از خودم نشون بدم که میل و اراده دست من باشه، من میخوام تصمیم بگیرم. هرچی اونا میگفتن من بعد همونه میپذیرفتم. مثلا چگونه رفتاره؟ فرض کن من یه قلمش میام روش، حالا از این که بگذاریم لباس بر ما پوشوندن و بعد از دو ماه جنگ و دوامن، دو ماه تماماً توی پذیرش، همه اونایی که صدای من میشنون و بچه‌ای که اونجا هستن، اسمم گذاشته بود رحمت، من اسمم ابراهیم مرادی، اسم مادری پدری، اسم سرزمینی، ولی توی سازمان دو اسم بود، سه اسم بود، یا اسم جا به جا میشد، آدم ها کردن دیگه نمیشناختیم کی چیه، چی به چیه. من اسمم رحمت بود، حتی این مسئول رجوی هم یکی دو بار توی نشستم میگفت رحمت للعالمین. چون چرا؟ چون تنها بنایی بودم اونجا، میتونستم همه کارهای کیفی براشون انجام بدم. بحث اهانت و تحقیر و توهین اونه یه چیز عادیه. مثلا اولین چیزی که آدم تحقیر میکنه اینه که مثلا من یه نمود چه برات بگم، میگفتی آقا از من توی مراسم مذهبی حکم ندارم، یه باید دوستان، عزیزان، برادران، خواهران یا مادران، پدران من توی ایران هست یا جای دیگه، اگه صحبت من میشنون واقعا هیچ قصد و غرضی در کار نیست، فقط میخوام بگم فاکت اینجوری بود و فاکت ها وزن فاکت. عاشورا تا سوعا میشد، من یه ماه قبلش تب میکردم واقعا، ای خدا من که سنی هستم، آخه عقیده دیگه دارم، آخه نسل در نسل من اینطوری بوده، اینطوری من آموز دادن، کاش شیعه به دنیا می آمدم. بعد آقا آمدگی داشته باشیم به کلاسه عاشورا یاد بگیریم، چون جدید الورود بودیم، بعد یه سری میادیم خودمون با اونا آداپته میکردن که چه کار بکنیم، مثلا سینه زنی. آقا سینه زنی تو عرف من نیست عزیز من، من که مخالف نیستم، شما شیعه من سنیم، عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش، اما چه دلیلی داره تو اینقدر به من اجبار میکنی که من آقا برم سینه بزنم؟ میگفتن نمیتونم، اصلا نمیتونم هضمش کنم. اگر نمیرفتی خب
شب میگه تن رو سر 30-40 نفر انتقاد به این ابراهیم و مرادی یا رحمت که اونجا به میگفتن و آقا این توی تشکیل زاویه انداخته، این توی تشکیل شکاف انداخته، این تو تشکیلات حرامه. یعنی بید میگودن آقا یه لقمه حرامیه این طوری. خب اهانت به چی میگن؟ مثلا یک وصله ناجوریه. خب میگوزه آقا اگه وصله ناجوریه بفرما خون نمیتونستی دیگه بیر رای دارم. آقا راهی برگشتی وجود نداشت برات، همه پولا رو میزد قیچی میکرد میبری. آقای یعنی مرادی چه زمانی شما تصمیم گرفتید؟ خب میدونیم از اول شما ناراضی بودید، ولی خیلی جالبه. اولا دوستان شما اینجا هستن، شما رو به نام کاک ابراهیم صدا میکنن و میگن که شما به خاطر اینکه رشته بنایی و ساختمان رو میدونستید خیلی زحمت میکشیدید، گاهن 20 ساعت در شبان روز کار میکردید و سازمان حد اکثر سوء استفاده رو از شما کرده و این دوستان آزادی شما رو دارن تبریک میگن. اونها هم خوشحال هستن که شما بالاخره تونستید در آلبانی یا به اصطلاح از این سازمان جدا بشید. بگید چه زمانی تصمیم گرفتید به جدا شدن و کی و کجا جدا شدید؟ دوست خودم عرض شود، خب تا زمانی که اشرف بودیم خورد به جنگ و اون حصار و سیاج. این نکته من بگم حضور شما، هرچند شاید خارج از چیز سوال شما باشد، مثلا توهین کردن بالاتر از این هست. خانواده عزیزی که از اروپا یا از ایران بلند میشد به امیدی که بیا فرزند چه ببینه، دور سیاج، دور حصار اشرف، بعد از جنگ، بعد اونایی که خانوادهشون میامدن نمیبردن. من یکی وقت میدونستم کسی دنبال نیستم، فکر کردم مردم من، بعد میداشتن میبردن کنار اون سیاج، قلمات سنگ ما میگیم یا فلاخن سنگ میذاشیم تو بگید بزن به خانواده که داد میزنه ای من پسرم میخوام ببینم، ای من برادرم میخوام ببینم، ای من میخوام 20 سال 10 سال 30 سال از کسی عزیزم دورم، شوهرم میخوام ببینم. من قشنگ پیشانی اون ادب بگیرم با قلماسنگ بزنم، من خودم بهت میگم با شرمندگی تمام به اون عزیزان ایرانی من صدا باری کار کردم. اگه نمیکردم واقعا دیگه خائن از همونجا میگونه کسی که اگر نتونست پاپالا خود سنگ پرت کنه طرف خانواده خائن از اوناست، خانواده اردنگه. این فلاخون همون قلاب سنگ خودمونه و اون سیاج هم که شما میگید سیمهای خارداریه که دور کمپ و اینها بوده و برخورد اینها رو با خانواده ها متاسفانه دیدیم. خانم زهرا معینی از آلمان به شما تبریک میگن، میگن آزادیتون رو از اسارتگاه رجوی تبریک میگن. آقای محمد رضا میگه کاک رحمت من یادمه تو چه سختی هایی کشیدی، لعنت بر رجوی خونخوار. خب لطف کنید بگید که چه زمان که سوالتون نتمام نظرم من. خب تو هم وقتی که تو حصار بودیم اومدیم لیبرتی هم خویه بعضی دیگه داشت، برای همه روشنه اونجا هم. واقعا یه نکته بگم، باور فرما ما شب اول که رسیدیم تو همون لیبرتی فرداش، یعنی بعضی جملات آدم نمیتونه بگه، حتی مزد ما هم کار خیلی واجب فردی داشتیم، میگفت نه تنها نباید بریم، حتی باید مسئول باید باشه. یعنی انقدر شکاک بود، انقدر بدگمان بود. این نبود که آدم فکر کنه برفض به من آره که عضو بشم الان کادرش بودم ایمان داشته باشه، همیشه با شک و تردید. یعنی اصلا این شگردش بود، با شک و تردید این دنبال اون کن، اون به جون این بنداز، این روبروی اون قرار بده. یعنی با ترفندهای خاص آدم از سعی خودش میترسید. بزرگش من اصلا خب اومدیم لیبرتی مقدار فضا بازتر شد، ولی خب ما قولی داده بودیم، قراری داده بودیم، عهدی بسته بودیم، ما به قول و قرار خودمون، به عهد خودمون واقعا پشت پا نکردیم. واقعا تا روزی هم که من باشون وفادار بودم بشینم آدم ناگفته نماند، با اینکه صبح تا شب من درد میکشیدم، رنج میکشیدم. من فقطی برات بگم، یه جایی کار میکردیم با اون خدای لاشریکه، من از ساعت 9 شب میرفتم سر کار، همون میدان سین بهش میگن، میدان درد شیر بهش میگن، تا فردا ساعت 12 ظهر، یعنی 9 شب امروز قبل از 6-7 مرداد که حمله شد به اونجا، تا 9 شب تا فردا ساعت 12 ظهر من اونجا دو شیفت
نیرو عوض میکردم ولی من یک تنه اون کار انجام میدادم براشون. ولی دریغا و دریغا از این نامسلمان که دم از مسلمانی میزنه، دم از انقلابیگری میزنه، دریغا و دریغ یک بار از ته دلش نه به زبانش من بگه واقعا ابراهیم را دست در نکنه. همیشه وقتی میخواستی بشینی سر جلسه نشست که عملیات جاری بود یا برفت بحثای دیگه بود، همیشه با تو خود باید بدهکار نشون بدی. بدهکار منی. نیسته نبسن آدم احساس میکنه بدهکار واقعا. چی کار کنه که این بدهی تمام بشه نمیدونم من. هنوز تو مخیلم نمی گنجه. من چه بدهی به سازمان داشتم که تا روز امروز یعنی 20 روزش اومدم بیرون من بدهکار این بودم. آقای مرادی، آقای شهباز، حسن شهباز نوشتن که با سلام خدمت شما و ضمن تبریک به آقای مرادی به مناسبت جدایی ایشان از فرقه، بایستی خاطر نشان کرد که فرقه تلاش های بسیاری برای اجتناب از این انجام داد، ولی ماه که در پشت ابر پنهان نمیماند. این جدایی ها نشان دهنده این است که فرقه به تای خط رسیده و همین جدایی ها و افشاگری ها نوید آزادی تمامی اسیران را در پی خواهد داشت. یه دوستی سوال کرده که رجوی کی مرد؟ والا مرد و زنده بودنش هیچ فرقی نمیکنه، چون اون آقای وزیر سابق اطلاعات عربستان فیصل ترکی نمیدونم اسمش، الان یادم رفته، فیصل ترکی. اون دو بار در یه جلسه ای گفت مرحوم رجوی، و وقتی میگن مرحوم رجوی یعنی دیگه ختمش هم بخونید و تمام شده. یکی از دوستانم آقای محمد رضا اینجا میگه که این آقای کاک رحمت، همون ابراهیم مرادی، معلم من در برخورد با رفتارهای کثیف زننده تشکیلات رجوی بود. دیگر دوستانم اینجا هستن که اونا هم میگن این رفتار سازمان با افرادی که مذهب دیگه ای داشتن، سنی یا دین دیگه ای داشتن، مسیحی و ارمنی و اینها، واقعا یک کار خیلی زشتی بود. خب بگید که بعد از اینکه شما نگفتید که حالا اومدیم آلبانی، اونجا چی شد؟ اونجا تصمیم گرفتید جدا بشید یا اونجا هم سخت کار میکردید؟ نه والا من قصد جدایی نشم راست بخواهید. بله. تازه ما چون بالاخره انسان یه راهی انتخاب میکنه، میگه آقا من برم تاتش ببینم چی میشه. خب ما به صورت کلیت از لیبرتی به آلبانی اعزام شدیم، اومدیم اینجا. خب تا اونجا که بودیم اون ترس و وحشت و فشار و حالا چه تشکیلاتی چه ایدولوژی، چون اینا ما میگفت آقا عزیز پدر سیاسی و آرمانی شما مسعود رجویه و مادر ایدولوژیکی شما خانم رجویه، یعنی ما یه پدر مادر جدی پیدا کردیم که خودمون هم خبر نداریم. ما باید هرچی اون میگه همو درسته، یعنی رهایی دو دنیا در اینه از این قوانین، از این تشکیلات، از این ایدئولوژی تبعیت کنی، غیر از اینی تو خسارت دنیا و آخره میشی. حالا هم چیزی یادمه، همیشه اینه میگفتن. ای کاش آقای ترشیزی و دیگران این برنامه رو نگاه کنن و ببینن که سازمان مجاهدین چه ساده، چه نیروهای صادقی رو از دست میده. و دوستی آقای فرانک اسمیت گفته که این مصاحبه خیلی تکان دهنده است. دوستان عزیز برید آرشیو رو نگاه کنید یا بایگانه رو نگاه کنید، واقعا آدم میمونه که توی قرن 20 و 21 چگونه یه سازمانی که هرچی هم همه بهش میگن آقا خانم شما فرقه شدی، شما سکت شدی، شما کالت شدی، خودت خبر نداری یا خبر داری ولی دروغ میگی، باز این کارها رو انجام میده. و باز افرادی هستن که از این سازمانی که الان فرقه شده دفاع میکنن. دوستی از آلمان آقای آتیلا آریا سوال کرده، واقعا فرقه رجوی خبر داره که مردم ایران چه اندازه از این فرقه متنفر هستن، یا اونجا فقط هی به شما میگفتن که شما محبوب ایران هستید، ایران منتظره؟ البته من نمیدونم، خب وقتی اینا میگفتن ایران منتظر شماست، چرا یکی بلند نمیشد بگه خب اگه منتظر ما هستن ما اینجا چه کار میکنیم، بلندشیم بریم اونجا؟ ولی خب دیگه متاسفانه اونجا جوی رو ایجاد میکنن که شما اجازه صحبت کردن ندارید، اگرم صحبت کنید مثل افرادی مثل آقای موثقی و اینها اون رفتارهای زشت در نشست‌های
جمعی با شما میشه. ببخشید که من توی حرف شما میپرم، ولی این عکس العمل و احساسات دوستان به نسبت صحبت های شما اینقدر زیاده که من نمیتونم خودم کنترل کنم. از کانون آوا میخوام به خاطر اینکه شما این گونه قشنگ صحبت میکنید و صحبتتون از دل برمیخیزه، لاجرم بر دل میشینه، باز هم در آینده شما رو دعوت کنن که با ما باشید. من قول میدم ساکت باشم، برگردیم به ماجرای جدا شدن شما و اگر یه مقداری خلاصه تر بگید بعد از اینکه جدا شدید با شما چه رفتاری داشتن، آیا در آلمانی که بودید در زندگی خصوصی شما دخالت میکردن؟ بفرمایید. حضور شما شود، همونطور که عرض کردم، خب من قصد واقعا جدا شدنم نداشتم، تا اینکه دیدیم اینجا هم بازم کشوری اومدیم دیگه، کشور قانون دیگه نمیتونه زیاد همچه پشت پرده بمونه، آدم ها را میدیدیم ولی همون قوانین حاکمه، یعنی رو در روی بورژوازی قرار میداد. برای بورژوازی دشمنته، نگاه کردن به این آپارتمان دشمنته، نگاه کردن به این خانواده دشمنته، یعنی اینقدر به تو میگو باید اینقدر با نفرت از زن دیاد کنی که باکتاش هزاران بار من خوندم، حالا طلاقش دادیم به لفظ، اما هزاران باید توی نشد میگوید زن افریته است، زن افریته است، زن دشمنه، زن همسره. کدوم قام تو خدای قرآن گفته اینه؟ من نمیدونم تو کدوم رساله از قرآن هیچی بگه تا پنج پیامبر اولوالعزم اگه بوده ما این رساله رو چرا نیدیم؟ چرا مال کسی نبود؟ بزرگ شما اصلا بگذارم اینجا که من نمیتونم همه حرفان واقعا بدم، واقعا نیاز به یه زمانی دارم به اندازه طول 20 سال که من بتونم تمام حقایقی که آنچه بر من گذشت خدای تعادل و گواهی، نیازی به این دارم من پر پیازی هم اضافه بگم، مثلا نیاز به هر اضافه این دارم. بزرگ شما اصلا اینجا هم دیدیم نه، هنوز ما حکیت فشاری، یعنی نشسته اگر توی اشرف و لیبرتی توی بغداد نصفش کار بود نصفش نشست، اینجا سرتاپا صبح تا شب نشست شد، یک سر نشست از نشست سیاسی ایدئولوژیکی، نمیدانم درس های اسلامی، نمیدانم چیزایی که جدیدن برخورد با بورژوازی چی کار باید بکنید، همه اینا آقا یا خانم سوال کردم، من نفهمیدم فرقه رجوی چی بود، ولی منم خودم هنوز توی ابهام موندم توی این 20 سال چی بودم، هنوز نفهمیدم واقعا. تا جایی که میدونم همش برای من یکی دستاوردی بیش از دروغ نبود، بیش از ریا نبود، بیش از سرکوب نبود، بیش از تحقیق کردن نبود، و چیزی که بیش من از زندگی، از مهر و محبت، از عاطفه، از ایران و ایرانی هی متنفر میگم کدوم باره ما میگم کاکل شما گوهر بی‌بدیل و کاکل مردم ایران هستی، شما واقعا میگفتن چی؟ میگفت مردم ایران پیاده نظام ما هستن، اینم در من توهین نشه خدا ما را ببخش، میگفت مردم ایران پیاده نظام ما هستیم، ما افسرانی هستیم، افسران ارتشی هستیم، هر چیزایی زیر بغل آدم میزد از دوبارم چنان میزد تو سره که همیشه چی؟ به یه چیز فکر کنی، به سازمان فکر کنی، غیر از این بیاد میکنم لقمه حرام خوردد، یعنی توی چیز دلت نگفتی. خب رسیدیم اینجا، این فضا بازتره ولی بازم همون ریله. بله آقای مرادی، باز ببخشید من قول خودم رو بشکنم، ما تو فارسی داریم که رطب خورده من این رطب چون کند، حتی داستانی هست درباره حضرت محمد که چون خورما میخورده نمیتونسته به اون پسره بگه خورما نخور. این آقای رجوی که به دیگران میگه زن افریته هست، خودش ماشاءالله اشتهای زیادی هم داره، دوتا و ستا و تا ستا شه که ما رسما خبر داریم. من یه نکته بگم، من بلش سلامه از تو میگیرم، بفرمایید. این آمد مثال حضرت محمد میزد، خب بله اگر حضرت خدیجه را گرفت و نمیدارم، حالا من خدای من باهاش زورم یه حرف بزنم سختمه، اگر بقیه زنهای دیگه هم گرفت خب واجب بودن که زیر چتر اون باشن. این آمد سخن از اون میگفت، اون میگفت اگر کسی صلیب برنداره پشت در من را نیفته از آن من نیست، دشمن منه. خب همچی چیزایی به خورد آدم میداد، یعنی خود شد در بالای بالا قرار میاد، همه چیز برای اون مشروعه، هر چی بخواه بگه، افراد زیر دست هم هر چی میخوان بگن. ولی قبل اینکه من با شما بخواهم نشست بشینم صحبت کنم، میامدی می نشستی میگفتی من فلانجا الان نشست بودم،
این برادر آرتروز داشته 10 سال نگفته، این برادر سرطان داشته 10 سال نگفته، این برادر با پای شکسته و یک دست 10 سال داره کار میکنه نگفته. تو شرمت بشه ابراهیم مرادی اگه یه بار بگی من خسته هستم، شرمت بشه اگه یه بار بگی فکر خانواده افتادم. یعنی اصلا خانواده بی خانواده، خانواده من مریم و مسعود این بود. آقای مرادی، دوستان میگن که با وجودی که سازمان از شما خواسته بود بر علیه این انجمن آسیلا به اصطلاح گواهی بدید، پتیشن یا تومار یا هر چیزی، شما حاضر نشدید این کار رو انجام بدید و جالب اینه که خودتونم به انجمن آسیلا پیوستید. من بهتون تبریک میگم، به دوستان هم تبریک میگم. به نظر میرسه که این جنبش خیلی بزرگی بوده، ولی من بهشون یه هشداری دوستانه میدم، مخصوصا چون یکی از این مجاهدین دستگیر شده در رابطه با وارد کردن اسلحه به آلبانی. کسی که نمیخواد اسلحه تو آلبانی شلیک کنه به آخوندها در ایران و در تهران، احتمالاً فکرایی داره و شما دوستان سعی کنید بیشتر مواظب باشید. خب بگید که رفتار اینا در آلبانی با شما چگونه بود در یک کشور آزاد؟ حضور شما سوال اینا، وقتی دیدن خب در و پیکری مثل اونجا نیست، نمیتونن اون زور و فشار قبلی داشته باشن، نفر میخواد بره بیرون آزاد بگرده، بیاد بره ببینه، این نمیتونستم مثل قبل دیگه بگن تو سیاج هستی. البته هرچند ترازاده من میخواستی بری بیرون، میگو آقا عزیز یه نفر که اصلا قدغنه نمیشه، حتی برای سیگار گرفتن باور کن سیگار گرفتن فقط سیگار رفتیم بگیریم. داشت پست بودم در 10 متری من علم شنگه رافته چند رفتی با من الان دیگه حدود 58 سالمه، بچه که نیستم، نه نقض ضابط هست، شما نمیتونید بدید، شما در این تشکیلات سوراخ میکنید. خب ما این حرکات ها را دیدیم اینجا، دیدیم دستبردار نیست، یه هی میگه من، یعنی اونجا که دولت عراق دشمنه، دولت ایران دشمنه، اصلا آنچه که توش زندگی میکنه دشمنه. اینجا حدودی کشوری که برپست یه قانونی هستی که کشور اروپاییه، اینجا هم اینه کرده بود دشمنه. من دیدم واقعا دیگه تحملش برام سخته، نمیتونم توی نقطه حد ظرفی حدی داره. شما یه دیوان یه لیتری آب در نظر بگیر، خب یه لیتر پر کردی، خب هرچی بریسی دیگه سرریز میشه. من دیگه به نقطه رسم نمیتونستم، واقعا متنفر شدم، منزجر شدم از یه همه دروغ، این همه ریا، این همه تحمیل، این همه تحقیر، خسته شدم. فاکتش من برایش من بگم، دوستان دیگه هم گفتن قطعا مطمئن باش، مطمئن باشید آقای صوفی، از میلیاردها خروال حرفایی که باید گفته بشه نگفته، نتونستیم بگیم. حتما در برنامه های آینده، چون دوستان اینجا حتی نوشتن اگه میشه هفته آینده اجازه بدین من با آقای براوی و دیگران بگم که من مسئول به اصطلاح برنامه ها رو مرتب کردن، چون مهمانان زیادی هستن که باید با اینها مصاحبه کنیم. وقتی به من میگن که برای این هفته این آقا یا این خانم قرار هست صحبت کنه، اون وقت من فقط اینجا مصاحبه میکنم. ولی امیدوارم آقای مرادی رو، کاک رحمت رو دوباره هم دعوت کنن. و آقای حیرانی نوشتن که سازمان مجاهدین آلبانی رو با عراق اشتباه گرفته، اونجا کارهای غیرقانونی زیاد انجام میداده، الان هم همون رویه رو اینجا داره انجام میده و یکی پس از دیگری برای خودشون دردسر درست میکنن. خب شما بگید که چرا به نظر شما این سازمان با افرادی که ازش جدا میشن این گونه رفتار میکنه؟ الان دوستان دیگه هم هستن که اینجا نوشتن که باید شما رو بازنشست میکردن با احترام، حتی براتون منزلی اجاره میکردن، ماهیانه میدادن. چرا این گونه رفتار میکنن؟ شما تا دیروز گوهر بی بدیل بودید، امروز یه دفعه شدید مزدور بی دلیل. این چرا، چه فلسفه ای توی مغز اینها هست؟ بفرمایید. تمام تلاشش این بود، تمام همه غمش این بود که به هر شکل و شیوه و هر ترفندی شده منو نگه داره. ولی وقتی من توی کشور آلبانی دیگه نمیتونست اون زورای و اجباراتی که توی بغداد بود من تحمل کنم، لاجرم تن به این میداد که برفرز حداقلشو یه مقداری برفرز ترفندت شهر من آزاد کنه با نفرات دیگه، هرچند مانیتور شده بود. و این قبیل
چیزایی بود اینجا که نمیتونه دوست اونجا زور بگیره. واقعا از حسادا سیاجی نبود که آدم اون احساس داشته، ولی خب تشکیلات همون تشکیلات فرقی نکرده بود. و من توی این نقطه دیگه هر چقدر بهم گفتم، گفتم من نمیتونم بیام با شما، نمیتونم بیام. و اعلام جدایی من کردم، باور کنم حالا شما فقط احترام، کدوم احترام آقای سربی؟ من بعد از کمتر از 17 سال توی اون تشکیلات دارم، وقتی که من اخراج شدم اومدم که سوگند وفاداری هواداری هم براشون خوردم، خب کتبن خودشون نمشتن. ساعت حدود 7 شب بود، هوا بارانی به شدت باران میامد، بعد من از اون ساختمان لباس وسایل رو، یه کوله بود چیزی نداشتم، من از ساختمان اومدیم پایین، خدای توی سرگردانش که ما کجا بریم، یه آدرسی به من دادن، اندک پولی من دادن، من روزش بدونم 30,000 لگ یعنی میشه 300 دلار کمتر به من دادن. بعد بفرما برو فلانجا فلانجا کجا، از من که جایی بلد نیستم. باوت فرما اینه. وقتی من رسیدم به یه جایی پیش بچه های دیگه، حدود ساعت 10 شب بود، با 1,000 بدبختی نزدیک 60 دلارم کرایه دادم، کرایه ماشین. شما میفهمید با قدر و حرمت و احترام؟ نه آقای توبی، توبی نیست. کسی که از سازمان یک لحظه جدا شد خائنه. حضور شما چطوری رفتار میشد؟ باید این رفتار رو با من کردن. حتی وقتی هم اعلام جدایی کردم، چه احترامی، چه قوتی، چه قضایی، چه خونه ای، اینا مگه تو خواب و خیال باشه؟ اولا برای من همین که جدا شده بودم، اگه تو خیابان میخوابیدم باز من راحت بودم. راحت یعنی دیگه احروم روم نبود. ببخشید آقای مرادی، شما گفتید وقتی هم جدا شدید ازتون تعهد و سوگند وفاداری درخواست کردن؟ بله، سوگند وفاداری. بیرون من باید وفادار باشم. اینجاش خیلی جالبه. خیلی جالبه. بله خیلی جالبه. خودم هم نیدم ولی خودش زده. بله. تو سوگند وفاداری خودیم، هر روز باید سوگند وفاداری میخوریم، ولی ایناش دیگه رسما اعلام کرده و منم دادم بهش. تو گفتم با خدای همینجا بهش دادیم. کاک رحمت، این خوش بیانی شما دلیلی شد که ما نتونیم به تمام سوالات برسیم، ولی یک بهانه ای شد که باز شما رو در برنامه های آینده داشته باشیم. حالا به عنوان حسن ختام این برنامه، شما چه پیامی برای اونهایی دارید که هنوز مثل گذشته شما اونجا اسیرن، یا هنوز بر اثر اون مغشوی هایی که شده وفادار هستن؟ خیلی ساده توی یکی دو دقیقه به اینا بگید که با وجود اون ترسی که داشتید، تنها، شب، باران، کمپولی شما رو رها کردن، ولی میگید خیلی خوشحالم که آزادم. این خوشحالی و آزادی رو به همین زبان ساده کارگری برای دوستانی که هنوز اونجا هستن و نگرانن که اگه ما بریم بیرون چی میشه، یه مقداری توضیح بدید. پیام شما به افرادی که هنوز اونجا هستن. بله، من در یک کوتاه اینجا هم حتی من جدا شده بودم دست از سرم بر نمی داشتم، فاقهش دارم زمیمه از اینجا، بعد می رفتم کی کجا میره، کی کجا می خوابه، فلان نفر چی کار میکنه. یعنی من همینجا برای جاسوسی میکنم، راست چه بخواهی همینجا بیرون بودم، سوگند وفاداری هواداری خود بودم، همینجا جاسوسی میکردم، از اینم گزیده شدم. اما آخرین جمله هم خطاب به اون عزیزانی که توی ایران هستن، پدران و مادران، خواهران و برادران، یا قوم و خویشان، یا همه عزیزان ایرانی هم که کسایی دارن توی الان بهش میگن اشرف سه، زیر چتر رجوی یا همون تشکیلات جهنمی یا فرقه رجوی، از فرقه هم خیلی پایین تره، اصلا اسمی نمیشه برش بود، واقعا بگرده یک دانشمندی بگرده یک اسمی برای پیدا کنن. حضورش خطاب به اینا، تنها امید اون کسایی که تو اشرف هستن الان خانواده هستن، باید از یک راه نشد دو راه، سه راه، چهار راه، راه های مختلف هست به عزیزاشون برسن. اینجا شهر قانونه، اینجا کشور قانونه، از یک جا نشد از یک جای دیگه اقدام کنن، ناامیدشون نکنن. و خطاب به دوستای عزیزم که توی اشرف الان هستن، واقعا در بندن، باور من انقدر میترسونه که اصلا جرئت نمیکنن نگاه بیرون بکنن، چون اگه ترس نبود چرا بردنشون آخر شهر اینجا؟ یه دورش کشیده بودم، حفاظت شده بدتر از اشرف. خطاب به اون عزیزانی که الان توی اشرف هستن، عزیز من ناامید نباشن، دنیا که با آخر نرسیده. من که زاده رجوی نبودم، من که اصلا رجوی نمیشناختم، من هم دارم زندگی میکنم. از روزی هم که اومدم دیده چتر انجمن اصیلا، خدایی بجز احترام، بجز محبت،
حتی اونایی که من وادار کردم سازمان بهشون فرش بدم، قبل از من اومده بودن زیر چتر اصیل، از زیر همین توی انجمن اصیل الان هستن. من خیلی پرت و پلای ناحق بهشون گفتم، از همشون عذرخواهی کردم، ولی جواب اونا من چی بود؟ همین دوستانی که الان دارم. آقای مرادی، قدم روی چش ما، آقای مرادی قلب ما جای توه، آقای مرادی خونه من مال تو، آقای مرادی چی کم داری؟ بله، من دیدم اون عکس ها رو که شما رو در جمع خودشون قبول کردند و همین رفتار خوب این دوستان باعث جلب دیگران میشه و رفتار بد سازمان مجاهدین باعث دفع و متاسفانه شاید درسی بگیرن و بتونن افراد باقی مونده رو نگه دارن و دنبال هدف اصلیشون باشن، چون در طی 50 سال گذشته سازمان از هدف اصلیش کاملا جدا شده. الان به جای دعوا و این دسیسه ها بر علیه شما باید بره دنبال هدف اصلیش که متاسفانه میبینیم حتی به جای جامعه بی طبقه توحیدی در ایران برای شما هم جامعه طبقه دار درست کرده. به شما میگفته شما افسرین، مردم به اصطلاح لشکر پیاده نظام هستن. و من باز به شما تبریک میگم آقای مرادی، آزادیتون رو. عکس ها رو دوستان در فیسبوک این دوستان ببینید، اگه کسی لطف کنه لینکش رو اینجا بذاره ممنون متشکر میشم. این برنامه به زودی در بایگانی، یعنی یکی دو ساعت آینده، در بایگانی کانون آوا قرار میگیره. از دوستانی که دستن در کار هستن تشکر میکنم و باز هم من ممنونم. من خودم یکی از اونایی بودم که فکر میکردم سازمان مجاهدین میشه بهش امید داشت، فکر میکردم یه ارگانیزیشنی هست که خیلی منظمه، ولی متاسفانه دیدم که تنها نظمی که داره اینه که چی میگفتن، تجدید فراش کنه، این زن رو ول کن اونو بگیر و الی آخر. آقای مرادی کره خیلی خوش آمدی و امیدوارم بازم باهات باشیم در برنامه های آینده. این لبخند شما واقعا یه نور امید و نوید آزادی هست برای دیگران. خیلی ممنون که با ما بودید. پس فراوان از شما و همه دوستانی که این ظرف و فرصت به من دادید تا بتونم واقعا یه مقداری از بار دلم سپرده شد، ولی خیلی نیازمندم که باز هم داشتم خیلی چیزا رو پریدیم ازش اومدیم. ما بعد از سالیان عبور کردیم، فقط ای گلچین یه نکات نکی زدیم، خیلی گفته های ناگفته تو دل ما مونده که بگیم که به گوش ایرانی عزیز برسه. با سپاس فراوان از خود شما و دوستان تلاشگرم در انجمن آسیلا، خدا خیرتون بده، بسیار بسیار ازتون ممنونم. من الان واقعا توی لحظه احساس آسایش و راحتی میکنم، نه تابع کسی هستم، نه کسی بهم زور میگه، نه کسی بهم کجا میری کجا میای، همونطوری واقعا مراقبم هستم. هر روز که میبینمشون اون چه که نیاز یک انسان باشه توی شهر و کشور قریب، واقعا به یادآوری میکنه، چیزی کم نداری، چیزی نمیخوایی. بله، بسیار بسیار ممنونم از شما. خدا نگهدارتون باشه. اگر خدا نگهدار، به امید دیدار، به امید فردای بهتر برای شما و تمام دوستان، حتی برای اونهایی که هنوز هم در سازمان هستن. مرسی عزیزم، خیلی ممنون که با ما بودید. با تشکر. مرسی دوستان عزیز، برنامه ها رو پی میگیریم. شما هم اگر مایل بودید که با سازمان، با کانون آوا مصاحبه داشته باشید، حتما با این دوستان تماس بگیرید. در طی برنامه آدرس تماس اینها، وبسایتشون، فیسبوکشون نوشته شد. اگر دوستان در کانون آوا لطف کنن یه ایمیلی درست کنن روی گوگل یا یه تلفن گوگل بگیرن که دوستان بتونن مستقیما باشون تماس بگیرن، من فکر کنم بهتر بشه و افراد بیشتری مایل باشن. از اینکه بیننده برنامه بودید از شما ممنونم، تشکر میکنم. اگر لطف کنید این برنامه رو با دوستان خودتون هم شیر کنید بیشتر ممنون. و ببینید که به این دوستان چی گذشت. خیلی خوشحالم آقای مرادی گفت که من الان احساس راحتی میکنم، احساس میکنم یه باری از روی دوشم برداشته شد. همین که ما سنگ صبور بودیم، ایشون برامون توضیح دادن چه گذشته در 20 سال گذشته به ایشون. خیلی ممنون. روز و روزگار بر همه شما دوستان خوش، با امید فردای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر.